بسم الله الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كلمه فاحش و همچنین فحشا و فواحش که در طی بحث دیروز اشاره شد، اون معصیت های کبیره است که تعدی از حد را به همراه دارد. و در سوره مبارکه انعام آیه 105 هم از مطلق معاصی کبیره به عنوان فواحش یاد شده است. آیه 151 سوره انعام این است که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. البته بعضی از معاصی کبیره را هم در کنارش به عنوان ذکر خاص بعد از آن ذکر فرمود. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فواحش اون معاصی کبیره است که تعدیش زیاد است. منتها این عمل که برخلاف عفت است، چون عصیان فاحشه است، به فاحشه معروف شده است. فاحشه یعنی العمل القبیح، فاحش یعنی خیلی قبیح. اون تاش هم یا صفت است برای خصلت و صفت به مانند اون یا مبالغ است. این عمل گاهی به اقرار ثابت می شود، گاهی به علم ثابت می شود، گاهی به بینه. اگر به علم حاکم شرع یا به اقرار ثابت بشود، حکمش جداست، نصوص فقهی بیان کرده است. و اگر به بینه ثابت بشود، حکمش همین است که اینجا ذکر شده است که فامسکوهن فی البیوت. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این ناظر به مسئولین قضایی است، نه ناظر به توده مسلمین، زیرا اونها مسئول اجرای حدود الهی نیستند. این سمت ولی مسلمین است، در درجه اول امام معصوم علیه السلام، بعد هم جانشینان اون. آیات رج، آیات سرقت، آیات جلد و مانندان از همین قبیل است. از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما یا از زانیت و از زانی فجز و کل واحد من هما مئت جلده. اینا گرچه بحث به ظاهر خطاب به عموم مسلمین است، ولی مسئولین اجرای اینها اولیای امورند، وگرنه هرج و مرج می شود که هر کسی بخواهد حد الهی را جاری کند. البته اون دیگه وظیفه عمومی است در همه مسائل. مسئله بعدی آن است که نوع مفسرین این کلمه فاحشه را بر زنا تطبیق کردن که فرمودن واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، و حکم این را در درجه اول همون حبس دائم بود، منتها نه در زندان بلکه در منزل. بعد به وسیله آیه سوره نور حکمش عوض شد. حالا اون اصطلاحا نسخ است یا تخصیص، بحثی است که بعداً مطرح میشه. ولی مرحوم شیخ طوسی در تبیان از بعضی از مفسرین مثل ابو مسلم نقل میکند که ایشون نظرش آن است که این واللاتی یأتین الفاحشه ناظر به مصاحقه است، نه ناظر به زنا. همجنس بازی گاهی به این است که دو تا زن با هم، گاهی به این است که دو تا مرد با هم. بعد از اینکه این سخن را از ابو مسلم نقل کردند، فرمودند که این برخلاف اجماع است و خلاف گفته مفسرین است و مانند آن. البته اجماع تعبدی به اون صورت نیست که حالا توی استظهار بیش نیست. اجماع تعبدی به اون معنا باشه که کشف از قول معصوم یا رأی معصوم علیه السلام بکند، نیست. اینجا برای استظهار است، چون همه اینها به شواهد آیات تمسک کردند، امر استنباطی است یا لااقل محتمل المدرک است. و اما اون که زمینه این تفسیر ابو مسلم را فراهم میکند این است که نظر ایشون این است این واللاتی یأتین الفاحشه مال اون فحشایی است که بین زنها رخ میدهد، یعنی زنی با زن. به قرینه آیه بعد کمود واللذان یأتیانها منکم، این ولزانه یعنی دو تا مرد،
اگر دو تا مرد به فحشا مبتلا شدن که این ناظر است به لواط، اون ناظر است به مساحقه، پس هیچ کدام ناظر به زنا نیستن. قهرن مسئله نسخ هم رخت برمی بندد، برای اینکه این آیه ناظر به حکم زنا نیست تا اینکه نسخ شده باشد. این یک استیناس تفسیری است به قرینه اینکه در آیه بعد تثنیه ذکر کرد، فرمود ولذان یأتیانها، یعنی اون دوتا مردی که این فحشا را مرتکب می شدن. کلمه فاحشه یعنی گناه مهم. حالا اون گناه مهم یا به صورت مساحقه است اگر زن با زن آلوده بشود، یا به صورت لواط است اگر مرد با مرد آلوده بشود. این استناد فقهی. البته بر او هم اطلاق می شود. هر کدام از اینها که باشد کلمه فحشا بر اونها اطلاق می شود. اما آیا آیه اولا اختصاص دارد به مساحقه و آیه دوم اختصاص دارد به لواط یا نه؟ اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این حرف برخلاف گفته اکثر مفسرین یا اجماع مفسرین است، برای آن است که این حکم اگر این آیه دوم درباره لواط باشد، حکم لواط که قتل است و از روزی مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم رسید که فقتل الفاعل و المفعول، اون که حکمش این نیست این تابا و اصلها فاعرضوا عنهما، پس این نیست، پس او نمیتواند مال فحشایی که بین دوتا مرد صورت میپذیرد باشد. و وقتی اون از قرینیت افتاد درباره خود آیه اول باید بحث کرد که آیه اول منظور چیست. آیه اول البته مطلق است، اما وقتی آیه سوره مبارکه نور نازل شد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که این همون سبیلی است که خدا وعده داد که فرمود فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، یا راه حل خدا برای اینها در نظر بگیرد. و راه حل همین است که فرمود از زانیت و زانی فیلد و کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. این اول سوره مبارکه نور بیان سبیل هست برای اون سبیلی که وعده فرمود. آیه دوم سوره نور این بود. سوره مبارکه نور هم بعد از سوره نساء نازل شد. وقتی این آیه سوره نور نازل شد نقل کردن که پیغمبر فرمود خذو عنی، برای اینکه این همون سبیل است که خدا وعده داده است. حالا این روایات خونده بشه تا معلوم بشه به کمک این روایات نوع مفسرین این آیه اولا را به زنا معنا کردن و به مساحقه معنا نکردن و اون استیناس تفسیری که ابو مسلم داشت اون تام نیست. بخش از این روایات در همون تفسیر شریف نورالثقلین ذیل همین آیه واللاتی یأتین الفاحشه مطرح است، جلد اول صفحه 455 به بعد. اولین حدیثی که در این زمینه نقل شده است از مرحوم کلینی است که با سند خاص خود از رکن مبارک امام پنجم سلام الله علیه نقل میکند. روایت هم طولانی است، اون مقداری که بین بحث مرتبط است ایشون نقل میکنند. میفرمایند که و سورة النور انزلت بعد سورة النساء، از وجود مبارک امام باقر علیه السلام است که سوره نور بعد از سوره النساء نازل شد. و تصدیق ذلک به چه دلیل سوره نور بعد از النساء نازل شد؟ بر اینکه ان الله عز وجل انزل علیه فی سوره النساء واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والسبيل الذي قال الله عز وجل إن سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم به ما رأفتم في دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشد عذابه ما طائفه من المؤمنین. این حدیث از امام باقر علیه السلام است. مشابه این از قوال لعالی نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود خذوا عنی قد جعل الله لهن السبیل البکر بالبکر جلد و مئه و تقریب و عام. یعنی اگر این زنا محسن و محسنه نبود 100 تازیانه است با 1 سال تبعید و سیب و به سیب جلد و مئه و رج. اگر باکره نبودن سیب بودن، حالا این سیب غیر از محسن و محسنه است، حکمش هم تازیانه است هم رج. مرحوم طبرسی در مجمع دارد که حکم هذه الآیه منسوخ عند جمهور المفسرین و هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. منظور از این نسخ همون تخصیص یا تقیید است، نه نسخ اصطلاحی، برای اینکه نسخ اصطلاحی آن است که یک قانونی و یک حکمی ظهور در ابدیت داشته باشد بعد نسخ می‌شود، ولی اگر از همون اول اون قانون اولی بگوید که تا اطلاع ثانوی به این حکم عمل بکنید، وقتی اطلاع ثانوی حاصل شد به حکم جدید آمد، این دیگه نسخ نیست. از همون اول خدا فرمود فعلا این چیه عمل بکنید تا به شما دستور ثانوی صادر بشود برای شما، او یجعل الله لهن سبیلا، این که نسخ نیست. اگر این کلمه او یجعل الله لهن سبیلا نبود، ظاهر اون حکم ابدیت بود، بعد دلیل بعدی از این استمرار میکاست این تقیید ازمانی یا تخصیص ازمانی و امثال ذلک بود، گرچه اون نسخ نیست، ثبوتاً تخصیص است ولی اثباتاً نسخ نشون میدهد. ولی وقتی خدا از همون اول بفرماید تا اطلاع ثانوی حکم این است، معلوم شد این حکم ابدی نیست. فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. پس این نسخ اصطلاحی نیست. بله دیگر، یا این بشه یا او، یا این یا او، یعنی این کار انجام بدی تا بمیرد، یا این که خدا یک راه حلی ارائه بکند. اگر نمی آورد که نمی فرمود او یجعل الله لهن سبیلا، پس زمینه برای این جعل هست دیگر، چون ذات اقدس اله که به عواقب امور عالم است، این که می فرماید یا این چنین بشود یا اون چنان، معلومه اون هم در شروع وقوع هست. پس این را از ابدیت الغا می کند و اگر اون حکم آمد معلوم می شود به این که این همون سبیل است، چون که روایات هم این رو تایید می کند. نه، اون که خودش ناسخ است نه منسوخ. این میفرماد به این که خود همین حکم فامسکوهن فی البیوت، این حکم دائمی نیست، این حبس ابد هست اما قانون ابد نیست. چرا؟ برای اینکه خودش فرمود فعلا حکم حبس ابد است مگر اینکه دستور دیگر بیاید. نه اینکه یا حبس ابد یا فلان، این چنینی، چون وقتی اون حکم دیگر بیاد دیگه جا برای حبس ابد نیست که. نسخ نیست، برای اینکه نسخ آن است یه قانونی ظهور در ابدیت داشته باشد بعد قانون دیگر بیاد او رو بردارد. ولی اگر در طرح همون قانون اولی بفرماد فعین هست مگر اینکه ما بعدن عوض بکنیم، اگر تعبیر این چنین باشد که این قانون هست مگر اینکه ما تبصره الهاقی بیاریم، این از همون اول نشون میدهد که زمینه برای زوال هست. در تفسیر عیاشی از امام صادق سلام الله علیه به این صورت نقل شده است که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند این آیه واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم تا الی سبیلا این معناش چیست و حکم چیست؟ قال علیه السلام هذه منسوخه. قال قلت کیف کانت، پس حکم قبل از نسخ چی بود که این بعد نسخ شد؟ قال علیه السلام کانت المرأة اذا فجرت
فقام علیها اربعت و شهود، اگر به زهکار می شد و چهار شاهد در محکمه عدل شهادت می دادن، ادخلت بیتن، او رو در یه اتاقی حبس می کردن، ولم تحدث ولم تکلم ولم تجالس، کسی با او سخن نمی گفت و کسی با او مجالست نمی کرد. این حبس انفرادی بود، منتها در زندان نبود، در همون خانه بود که اون فساد زندانهای عمومی رو نداشته باشد. و اوتیت فیه به طعامها و شرابها حتی تموته، غذای او را و آب او و آشامیدنی او را به او میدادن تا بمیرد. قلتو ابی بصیر میگوید این جمله که فرمود او یجعل الله لهن سبیلا به چه معناست؟ قال علیه السلام جعل و سبیل الجلد و رجم ول امساک و فی البیوت. این ول امساک و فی البیوت نه یعنی حبس ابد. قال قولو تعالی واللذان یأتیانها منکم چی؟ این به چه معناست؟ قال علیه السلام یعنی البکر اذا اتت الفاحشة التي اتتها هذه السیب. اینجا سیب باید مثلا معنای محسنه باشد، نه سیب یعنی شوهر دیده. اونگاه اگر کسی که مبتلا به آلودگی شد همسر داشت، حکمش همون حبس ابد هست تا اینکه قانون جدید بیاید، و اگر همسر نداشت حکمش فآزوه ماست، یعنی اینها را اذیت کنید، توبیخ کنید به مانند آن تا اینکه توبه کنند اینها. فآزوه ما قال توبسو. اینجا فهمود که حضرت نحوه ایذا این است که اینم در اتاق حبس می شود، منتها اگر سیب بود حبس ابد دارد و اگر بکر بود حبس ابد ندارد. فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما. اگر توبه کردند و اون رذایل اخلاقی رو زدودند و خودشون صالح شدند، از اونها صرف نظر کنید. ان الله کان تواب الرحیم. البته اینکه فرمود فإن تابا و اصلها، این باید در آیه دوم مبسوطا بحث بشه به خواست خدا، که این حکم مال کل واحد است. حالا این چی نیست که باید هر دو با هم توبه بکنن، هر دو با هم اصلاح بکنن خودشون رو، نه. حالا اگر یکی توبه کرد و خود رو اصلاح کرد و دیگری توبه نکرد، حکمش همین است. این نسخ در اصطلاح نصوص نسخ مصطلح نیست که شریعتی با شریعتی دیگر نسخ می شود. این نسخ همون تخصیص و تقیید از ما نیست، برای اینکه از همون اول در آیه او یجعل الله لهن سبیلا زمینه ابدیت این حکم را فراهم کرده است. این از اون حکم نیست که ما بگویم حلال هو حلال الی یوم القیامه. یه قانونی که بیاید انسان بگه چون دین دین خاتم و خاتمه است، حلال و حلال الی یوم القیامه. ولی اگر در متن قانون اشاره بشود که شاید ما بعدن یه حکم جدیدی نازل بکنیم، همین که فهمود شاید ما بعدن یه حکم جدیدی نازل بکنیم، انسان جزم به ابدیت او ندارد، شاید عوض شده باشد. لذا اگر قانون بعدی آمده است میشه مخصص یا میشه مقید و مانند آن، حدش ذکر شده است، دیگه سخن از نسخ نیست. مطلب بعدی آن است که این کلمه من نسائکم یعنی زنان شوهردار، که این ناظر به زنای محسنه باشد، که ما واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، چون کلمه من نسائکم دارد یعنی زنان شوهردار، چه اینکه احتمال هست یا مطلق است. اگر چنین چه مخصوص به زن شوهردار باشد، آیه سوره نور که فرمود از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئة جلدة، این نمیتواند ناسخ این باشد و جعل سبیل برای این بکند، برای اینکه زن شوهردار که حکمش رجم است، قبلا بر فرض حکمش حبس ابد بود، بعدم رجم، دیگر اون آیه ناسخ این نیست. چطور این چند روایت دلالت میکند به اینکه آیه سوره نور ناسخ این است؟ حالا یا مقید این، یا مخصص این، یا شارح این. اگر چون که این آیه مربوط به زنای محسن باشد، آیه سوره نور که مربوط به زنای غیر محسن است،
که نه میتواند ناسخ این باشد، نمیتواند شارح و مخصص و مقید این باشد. اینا دو صنف از زنا، هر آیهی ناظر به یک صنف است. بسیار خوب، جعل سبیل باشد، اصل موضوع باید محفوظ باشد. موضوع اگر زنای محسن است، با آمدن آیه سوره نور که جعل سبیل نیست، اون مال زنای غیر محسن است. پس این بله سبیل بیاید در همین زمینه، اما اون سبیل آمد در جای دیگر. اگر این آیه مربوط به زنای محسن باشد، با آیه سوره نور که مربوط به زنای محسن نیست، اون نمیتواند سبیل باشد برای این. اون حکم زنای غیر محسن را بیان میکند، این حکم زنای محسن را بیان میکند. روی این برداشت. و کلمه من نسائکم البته بی تأیید نیست، اما اون مشکل را دارد که انسان بتواند از کلمه من نسائکم زن شوهردار استفاده بکند و بگوید مربوط به زنای محسن است. بله دیگر، ولی موضوع باید محفوظ باشد. اگر چنانچه این آیه مربوط به زنای محسن است، آیه سوره نور که درباره زنای محسن نیست. مطلب بعدی آن است که این کلمه من نسائکم شاید ناظر به زنهای احرار و آزاده باشد، نه زنهای شوهردار. برای اینکه گاهی این من نسائکم به این معناست که زنهای شما، گاهی به این معناست که زنهایی که مثل شما آزادند در برابر ما ملکت ایمانکم، که اگر اما بودند و کنیز بودند این حد را ندارند و اگر آزاد بودن این حدشون این است. و اون آیه 25 همین سوره مبارکه نساء که جریان اما را و کنیزها را که ذکر میکند، فهمد فعضا احسنه، اگر چونش اینها محسن شدن، فین اتین به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. خب گرچه اون مربوط به زنای محسنه اما است، ولی این که بفرماید من نسائکم در مقابل اماست، نه در نه زنهای آزاد محسنه، بلکه زنهایی که آزادند در مقابل ما ملکت ایمانکم. مطلب بعدی آن است که مطلق است، میخواد محسنه میخواد غیر محسنه، چون یک گوشش را که مربوط به غیر محسنه است، آیه سوره نور میتواند جعل سبیل باشد. ولی اگر این آیه مربوط به محسن است و آیه سوره نور مربوط به غیر محسن، این ارتباطی با هم ندارم، نه مخصصن نه مقیدن، ناسخن، جعل سبیل به عهده اونی. چرا؟ بله، حالا سراغ هم خواهیم بمد. خب بیانی رو بعضی از بزرگان دارن و این است که اون آیه سوره نور نسخ نیست نسبت به این آیه. چرا؟ برای این که فرمود او یجعل الله لهن سبیلا، این یعنی راه حل نشون بدهد که اینها آزاد بشوند، نجات پیدا کنن. حالا یا با توبه است یا با ازدواج است که اینها همسر میگیرند و دست از این بدهکاری برمیدارند، یا برفرض همسر نگیرند به صلاح و سداد میرسند و از این آلودگی رهایی پیدا میکنند و مانند آن. این یجعل الله لهن سبیلا است. و اگر چنون چه رجم بیاید یا جلد بیاید که این لهن سبیلا نیست، این جعل الله علیهن سبیلا، نه جعل الله لهن سبیلا. چون این چنین است، بنابراین این قبل را باید به معنای نهی از منکر معنا کرد. یعنی اگر زنهای آلوده شدن، شما به عنوان نهی از منکر اینا رو تو خونه ها نگه دارید، نذارید بیان بیرون، نگذارید بیان بیرون
که مبادا اون آلودگیشون گسترش پیدا کند، مگر اینکه اصلاح بشن. وقتی اصلاح شدن اون وقت میتونید اینا رو بیار بیرون. پس این کار به عنوان نهی از منکر دارد، نه به عنوان حد. آیه سوره نور هم مستقیما مربوط به حد زناست، چون این آیه سوره نساء مربوط به نهی از منکر است و آیه سوره نور مربوط به زناست. اینا هیچ تنافی با هم ندارن که یکی ناسخ دیگری باشد. این رو از دارالخوی رضوان الله علیه فرمودن در همون تفسیرشون، در همون یک جلد تفسیری که دارن در بحث نسخ که چه آیه نسخ شد چه آیه نسخ نشد، اونجا فرمودن. حالا این رو مطالعه بفرمایید تا برسیم به نقاط ابهام این بیان. یکی از نقاط ابهامش این است که ما یک نهی از منکر داریم و یک حد و تعذیر، که قبلا هم فرق فقهی اینها گذشت. نهی از منکر این است که اگر کسی خواست به گناهی آلوده بشود، آدم جلوش میگیرد که او آلوده نشود. حد و تعذیر مال اونجاست که گناهی شده و به گناهکار میگوین چرا کردی. اینا فرق عمیقی با هم دارن. حد و تعذیر مال این است که کسی آلوده شد، او را کیفر میکنن که چرا این کار را کردی. نهی از منکر این است که جلوی افراد را میگیرن که نکنند. البته حالا نهی از منکر مراتبی دارد. اول انزجار قلبی است، بعد گفتن به زبان است، بعد زدن است، حتی جرح. حالا اون قسمت های نهایی نهی از منکر که جرح و امثال ذلک باشد به عهده ولی مستمین است یا مأذونین از قبل او، مطلب دیگر است. ولی بالاخره نهی از منکر مسئله جرح و ضرب و هم به همراه دارد. ظاهر این کریمه مسئله قضاست که فرمود اگر زنی آلوده شد شما به صرف علمتون عمل نکنید. خب در نهی از منکر که احتیاج به محکمه قضا و اقامه شهادت و شهادت چهار تا شاهد عادل و امثال ذلک ندارد که. حالا اگر کسی فهمید زنی بد کرده است، خب نهی از منکر بر او واجب است دیگر. این دیگه احتیاج ندارد که فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوهن فامسکوهن فی البیوت. خب پیداست مسئله حد است و قضا است و شهادت، چیکار به نهی از منکر داره؟ اگر کسی عالم شد که زنی بد کرد، او که نمیتواند حبس ابد بکند مگر اینکه به محکمه مراجعه بکند، چهار تا شاهد عادل شهادت بدهند و قاضی هم حکم کند، این محکوم میشود به حبس در خانه بمانند. ولی اگر مسئله نهی از منکر بود، صرف علم کافی بود. اگر کسی عالم شد که زنی آلوده شد، میتواند برای اینکه او دوباره به آلودگی تن در ندهد و مبتلا تر نشود جلو او را بگیرد. این دیگه احتیاج ندارد به چهار تا شاهد عادل که. پس اون چرا که ایشون فرمودن این آیه مربوط به نهی از منکر است با متن آیه سازگار نیست، گذشته از اینکه با اون روایات هم هماهنگ نیست. نه شواهد فقهی رو تایید میکنه، نه شواهد تفسیری رو تایید میکنه، نه شواهد روایی رو تایید میکنه. از هر سه جهت دور است و ضعیف. بله توبه بکنن. حالا اون دیگه میافته در بحث فانتابا و اسلحه ها که بحثش به خواست خدا خواهد آمد. ولی منظور آن است که این اگه مربوط به نهی از منکر باشد، خب اگر کسی فهمید یه زنی آلوده است، حالا اما بالمصاحقه که ابو مسلم گفته او به زنا که نوع مفسرین گفتن، خب بر هر کسی که آگاه است واجب است چه زن چه مرد که جلو او رو بگیرد که بعدها آلوده نشود. اینا را که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض میکردن، این سوره در مدینه نازل شد. در مدینه هم نظام اسلامی مستقر شد، تنها مکه نبود که این سوره به این احکام در مدینه نازل شد. نظام حکومتی در مدینه مستقر شد، به وجود مبارک پیغمبر هم حد جاری میکرد، منتها این به نهی از منکر نمیتونه ارتباط پیدا کنه. حالا مراجعه همون تا تتمه بحث برای روز بعد شد. الحمدلله.